برگشتیم در ادامه برنامه و بخش سرخط را با امل جان همراه باشین. روز خوش براتون میخوایم. تشکر مریم جان. امروز میخوایم بیشتر در رابطه با محیط زیست صحبت بکنیم و ابلاغیه یا اعلامیه که وزارت امور داخلی افغانستان روز دوشنبه نشر کرد. تعدید آلودگی محیط زیست در کابل کمتر از تعدید امنیتی نیست. ساکنان کابل، پایتخت افغانستان، همواره از آلودگی محیط زیست ابراز نگرانی میکنند. کارشناسان میگویند که مؤثرترین راهکار در حفاظت از محیط زیست مشارکت مردم است. پلیس، دستور پلیس با مردم، استفاده از مواد دودزا تا یک هفته دیگر. امروز میخواییم که بحث بیشتر داشته باشیم با مروجان امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان اینجا با ما هستند. اگر شما هم سوال دارین میتونین که سوالاتتون مطرح بکنین. خط ارتباطی 86-56 هستند. بارو امینی سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. تشکر، صبح شما بخیر، صبح همکارا و بیننده ما، تشکر از دعوتتان. آغاز صحبت ها و آغاز بحث ما را از نشست روز دوشنبه در مقر وزارت امور داخلی افغانستان که بود با مالکین معلای دودزا میخواییم که از اینجا صحبت ها را آغاز بکنیم که خواست وزارت امور داخلی افغانستان از اینها چی بود؟ بسیار تشکر، موضوع بسیار خوب را اشاره کردین. چند قبل پایتخت افغانستان کابل به یکی از پایتخت های جهان مشهور شد که آلوده ترین هوا را بر شهروندانش داره و حتی اگر میزان خطر که آب و هوا بر ما داره را مقایسه بکنیم با میزان کشتار مردم که در انتحار و انفجار از بین میرن مساوی میتونه باشه و این خطرناک بود برای همه ما که حتی زندگی کردن در کابل دشوار است نظر به آلودگی هوایی که داشتیم و نیازمند یک کار جمعی بودیم در کل که همه ما بالاخره یک جا شویم و یک کار را انجام بدیم برای همشهریان ما. رئیس جمهور کشور اعلام کرد که تمام ادارات حکومتی که به نحو دخیل در این موضوع هستند 4 کمیته ساخته شد که در 4 کمیته وظیفه هر اداره مشخص شده بود. ما به عنوان مجریان قانون و کسایی که قانون را عملی می‌سازیم بالای مردم افغانستان بر مردم وقت دادیم تا 8 ماه جدی که همیال ادامه داره، امروز تاریخ 4 است، 4 روز دیگه مردم وقت دارن که اگر از مواد غیر تصفیه شده و مواد دودزا استفاده می‌کردند در هر جا و بالاخره در هر شرایطی که ما و در ابلاغی خود به صورت بسیار مشخص ذکر کرده بودیم که شرکت ها، حمام ها یا رستوران ها و هر جای دیگه که و موترهای دودزایی که مردم استفاده میکنن این باعث خطر میشه برای هموطنان های دیگه ما و مردم از این وضعیت شکایت دارن. روز دوشنبه با همکارای ما در شهرداری کابل و اداره حفاظت از محیط زیست ما یک نشست مشترک داشتیم در سطح رهبری هر سه نهاد و بالاخره کارکردهایی را که ما در ابلاغی خود باید ذکر میکردیم که کدام موارد برمیگرده به کدام اداره و چطور میتونیم مشترک جلوگیری بکنیم از آلودگی هوا. با یک تعداد از هموطنان ما همونجا دیدیم که مالکین شرکت ها، مؤسسات، رستوران ها و جاهای دیگه هستند که از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکنن و بالاخره بر از اونا می تاریخ را هم مشخص ساختیم که نظر به قانونم یک بار باید یک اختاریه داده شوه، یک ابلاغیه داده شوه و بالاخره در صورت عملی نشدن ما مجبور میشیم که با اونا برخورد قانونی داشته باشیم. 4 روز دیگه اینا وقت دارن که تصفیه بکنن مواد سوخت را که استفاده میکنن، از مواد سوخت تصفیه شده یا مایع استفاده بکنن و یا آلات حالی هست در بازار و نزد مردم که میشه تصفیه بکنن همین موارد را که استفاده میکنن تا دیگه باعث دود نشن. در صورتی که استفاده نمیکنن مطابق قانون کود جزای افغانستان که ماده 807 ش به شکل بسیار واضح ذکر کردم هر اون شخصی که به هر نوع به خاک، به آب یا به محیط زیست بالاخره باعث آلوده ساختنش میشه محکوم به حبس متوسط میشه که حبس متوسط هم واضح است در قانون افغانستان که از 1 سال کمتر نیست و از 5 سال بیشتر و این مواردی است که ما به عنوان مجریان قانون مجبور میشیم بعد از 4 سال بالای کسایی که تخطی میکنن از قانون و نمیپذیرن عملی بسازیم. بله، نشست مشترکی که روز دوشنبه داشتین شهرداری کابل، اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان بودند. آیا کدام رهنمودی هم برای این کسایی که مالکین همین جایی که شما نام بردین
آیا برایشان داده شده که طبق از او عمل بکنند؟ طبیعتاً اداره ملی حفاظت از محیط زیست راهکارهای بسیار مشخص و واضحی را که در قانون لوایح و طرز العمل های خود محیط زیستی و شهرداری کابل ذکر شده برای هموطنان ما ابلاغ کرده در صفحات اجتماعی خود و آگاهی عامه همه ما میتیم برای مردم افغانستان. همانطور شهرداری کابل بیشتر نقاطی را که آسیب پذیر بود و بیشتر جاهایی را که از این مواد استفاده میکردند و بیشتر توجه مردم را هم جلب کرده و دود بیشتر داره و خطر بیشتر بر مردم افغانستان ایجاد میکنه، اینا را مشخص کرد و یک اخطاری جداگانه بر از اونا فرستاده شد و ما با عنوان اداره ای که خب موارد را که اونا بر ما میگن جاهایی را که مشخص میسازن و نیروهای ما سربازای ما در سراسر کابل و جایی که متضرر از این وضعیت هستن وقتی میبینیم ما اقدام میکنیم، یعنی رهنمودها را اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرداری کابل میده. پس یک وظیفه سنگین دیگر هم به دوش نیروهای امنیتی ما گذاشته شدن که تثبیت باید بکنن جایی که دودزا هستن. طبیعتا. و چند روز پیش همکارا مریم جان با جناب کاظم همایون صحبت داشتن در رابطه با همین موارد. آیا قسمت های هم آسیب پذیر هست؟ شناسایی شده توسط شما؟ بیشتر جایی که رستوران های غیر معیاری، حمام ها بسیار آسیب پذیر ساختن مناطق را و در جاهایی ساختن که خود ساختن از اونها غیر معیاری است، یعنی در بین خانه های مسکونی یک رستوران ساخته شده که از مواد دودزا استفاده میکنه، در بین خانه های مسکونی یک خشتپزی ساخته شده که نباید در اون محیط ساخته شود، یعنی ساخت خود شرکت ها مؤسسات و بعضی رستوران ها غیر معیاری است که شهرداری کابل روی کار کرده روان است که اول اینا را از ساحاتی که بر مردم آسیب پذیر است در کل، یعنی هیچ ضرورت نیست که یک حمام در بین خانه های مسکونی ساخته شود که دودزا باشه بر مردم و زیان به بار بیاره. یک مسئله دیگه هم برمیگرده به تغییر ذهنیت خود ما. حالا این مشکل مشترک همه ای ماست. یک تعداد از هموطنای ما شکایت داشتن از اینکه خب حالا شما بند میکنین و دیگه اجازه نمیتین که ما از اینا استفاده بکنین، بدیل شما چیست برای اینکه خب ما استفادهش بکنیم؟ برق مشکل داره، مواد سوخت ما مشکل داره. ببینین درد مشترک همه ای ماست. ما با دشمن بسیار ظالمی روبرو هستیم که هر بار پای برق ما ایمار میکنیم، همکارای ما در شرکت برشنا و سایر همکارای ما مخالفین حکومت افغانستان رو میزنن. با اینکه سربازای ما شما باور کنین بارها جانشان از دست داده به خاطر حفاظت از یک پای برق، اما مخالفین تا آخرین حد میخواین مبارزه بکنن با این وضعیت و اجازه هم نمیتن. جای عام المنفعه همیشه مورد تهدید هم قرار دادن، حمله هم کردن بالاش، بس درد مشترک ماست. تا جایی که برق است خب ما میتونیم از برق استفاده بکنیم، تا جایی که نیست آلای بسیار به قیمت ارزان بیرون شده که ما حتی میتونیم در بخاریایی که در خانه استفاده میشه از او استفاده بکنیم که نهایت قیمتش شاید 500 افغانی بالاتر نباشه و این هیچ توجیه و دلیل منطقی به این شده نمیتونه که ما از مواد غیر معیاری استفاده میکنیم یا موادی که تصفیه نشده و این نه تنها برای خود ما، برای هموطن ما، برای آل اولاد ما یک مشکل بسیار کلان است. اگر میزان خطر آلودگی هوا را هموطنان ما به شکل درستش بفهمند، ما فکر میکنم حتی حاضر خواهد بودن که از هیچ نوع مواد سوخت غیر معیاری استفاده نکنن به دلیلی که یک مشکل بسیار زیاد کلان است و این وظیفه مشترک تمام ما است، نه تنها نیروهای امنیتی، نه تنها همکارای ما در شهرداری کابل، نه تنها همکارای ما در اداره ملی حفاظت از محیط زیست، تا اینکه هر افغان 5 تا 6 میلیون نفوسی که کابل داره، مخصوصا که کابل بسیار متضرر از این وضعیت است، همکاری نکنه هیچ کدام از ما موفق شده نمیتونیم که آلودگی هوا را کاهش بدیم و دوباره برگردیم به یک فضایی که آرمانی است برای همه ما و هم بتونیم در فضای آرام زندگی بکنیم و نه تنها برای ما ای آسیب پذیر است، برای گیاهی که استفاده میکنیم، برای آبی که استفاده میکنیم، برای خاکی که حتی استفاده میشه برای او هم میتونه بسیار مضر باشه. بله، اگر صحبت های آقای کاظم همایون هم آماده باشه که نکاتی را که اونا هم شناسایی کردن، رئیس حفاظت از محیط زیست کابل با هم میبینیم، فقط یک هفته برای اینا مهلت داده شده. دقیقاً. در صورتی که مالکین امی محلای دودزا به دستور عمل وزارت امور داخله عمل نکنن، پس اینا به حبس متوسط دقیقاً اینا محکوم میشن. آیا جریمه نقدی هم مد نظر گرفته شده؟ حبس متوسط در کود جزای افغانستان که ماده 101 است بسیار واضح است که فقط حبس است، یعنی جرایمی که نقدی وقتی مرتکب یک جرم میشیم و او جزای نقدی به بار میاره جرایمی است که سطحش بسیار کم است، اما آلودگی هوا و او هم عمدن و قصدن با اینکه ادارات حکومتی چندین بار ابلاغی هم میتن مردم را احوال میتن اما با وجود او هم کس عملیش نمیسازه، باز جرمی نقدی در کار نیست و حبس بالایش عملی میشه. اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان آیا شناسایی کرده موادی که دودزا هست در کابل؟
تمام زغال سنگی که غیر معیاری و تصفیه نشده است او میتونه دودزا باشه. یک تعداد زیادی از موتورایی را که هموطنای ما استفاده میکنن بسیار دودزایی که به شکل حتی ما میتونیم ظاهرا ببینیم که این موتور چقدر میتونه بر ما آسیب برسانه. حتی در جاده های کابل ما بارها شاهد وضعیت بودیم و این موتورها هم توسط نیروهای امنیتی متوقف میشن و استفاده از اینا تا زمانی که تبدیل نکنن امی وضعیت موتور را که بالاخره دود نکنه برای هموطنای ما و دودزا نباشه اجازه رفت آمدش در شهر کابل داده نمیشه. یعنی یکی از موارد دیگه ای است که هموطنان ما باید آگاه باشند. و موارد دیگه که اداره محیط زیست مشخص ساخته شهرداری کابل، یعنی برای هموطنان باید بگویم که 4 روز دیگه وقت دارن یا یعنی که تصفیه بکنن مواد سوختشان را، یا یعنی کالاهایی را که بیرون شده به بازار به قیمت بسیار ارزان فروخته میشه از استفاده بکنن، از موتورایی که همچون مشکل دارن از رفت آمدش جلوگیری بکنن. در غیر از او نیروهای امنیتی مثل یک مجرم با اونا برخورد خواهد کرد و دیگه معرفیش میکنیم به نهاد عدلی قضایی. بله این برنامه بالای همه تطبیق خواهد شد بدون استثناء. یکی از مواردی را که ما بالایش کار کردیم و این است که نزد وزارت امور داخله مثل سابق که هموطنای ما شکایت داشتن که قانون فقط بالای کس عملی میشه که حضور و ذره نداره در دست خود، این بار ما استثناء هستیم. چندین بار این را ثابت ساختیم بر مردم افغانستان که بر ما تمام هموطنان ما که در کابل و ولایات زندگی میکنند به شکل یکسان قانون را بالایشان عملی خود ساختیم. مثال خوبش میتونه جمع کردن موتورهای شسیا، موتورهایی که بدون پلیت هستند، فاقد اسناد و اسلحه‌هایی که اسناد نداره که از 4 ماه به طرف شروعش کردیم و تونستیم سطح جرایم جنایی را 45% کاهش بدیم. بله این برنامه تنها در کابل تطبیق خواهد شد؟ بله فعلا تنها در کابل است، چون کابل مشکلات محیط زیستی داره و آلودگی هوایش به حد آخر رسیده. بله. اما کم کمی را به ولایتم شروع خواهد کردیم که در کل قبل از اینکه ما مجبور شویم یک وضعیت را تحمل بکنیم، یک تعداد زیادی از هموطنان ما را از دست بدیم، بعد از او بالاخره به خاطر جلوگیریش کاری بکنیم، خوب تر است وقایع بکنیم. این بر تمام افغانستان شروع خواهد شد و همی که این کمپاین ما در کابل ختم شود میریم به طرف ولایت های همجوار کابل و بعد از او تمام افغانستان تا هیچ استفاده نکنن و حداقل اگر میزانش به این حد هم نرسه یکی دو نفر هم وقتی از سواسی ببینه بر ما مشکل زا و چالش دا خواهد بود. تعداد کسایی که شرکت کرده بودند در نشست روز دوشنبه همه مالکین محل‌های دودزا چی بود؟ اونا وعده سپردن که وظیفه مشترک همه ماست و ما تا حد آخر را تلاش میکنیم که استفاده نکنیم، اما در صورتی که یک تعداد دیگرایی که استفاده میکنن اگر استثناء از این وضعیت قرار داده شوند ما مجبور میشیم که ما هم از قانون سرپیچی بکنیم که چنین وضعیتی نخواهد آمد. سپاسگزار هستیم. بسیار خوش آمدین. تا فردایی که دوباره برمیگردیم همیتونه به الله یک تاوبی همتا بسپاریم. سبز بمانیم. دوستان عزیز سلام، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.